سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. امروز قراره با هم دیگه یه نگاه کوتاه بندازیم به دنیای فیلم‌های ترسناک، البته به پشت صحنه‌شون. ببینیم که سینماگرها ما رو با چی میترسونن، این فیلم‌هایی که می‌بینیم پشت صحنه‌شون چه شکلیه و اینکه کلاً چه تکنیکایی استفاده می‌کنن. هم به مسائل فنی نگاه می‌اندازیم، هم به شگردای داستان‌پردازی‌شون. مثل همیشه هم زود می‌ریم سر وقت کارمون، ولی قبلش باید تشکر کنم از مجموعه حسابفا که با کانال فیلم باز همکاری بلند مدت دارن. حسابفا نرم افزار حسابداری آنلاینه، یعنی طبیعتاً به هیچ نصبی احتیاج نداره، روی همه دستگاه‌ها میتونید استفادهش کنید. خیلی سریع میتونه بهتون انواع خدماتو بده، مثل امکان ارسال پیامک اتوماتیک، مثلا ثبت پورسانت، ارسال فاکتور آنلاین یا مثلا فروش اقساطی و آرشیو اسناد. نکته خیلی مهمش هم اینه که تا پایان فروردین، یعنی تا همین چند روز آینده، 40% تخفیف داره. دلیل ترسیدن ما موقع فیلم دیدن برمیگرده به خصوصیت انسان ها، یعنی به غریزه انسان ها برمیگرده. دقیقا همین غریزه است که باعث به وجود اومدن تکنیک های مختلف ترسوندن میشه. مثلا یکی از سبک های ترسوندن تغییر قوانین ثابته، قوانینی که ذهن ما باهاشون محیط رو پیش بینی میکنه. اگه این قوانین یهو بشکنن، ترس تمام وجود شما رو میگیره. مثلا وقتی که سر آنابل یهو میچرخه، یا وقتی که تصویر توی آینه یه رفتار دیگه نشون میده. درست قبل اینکه این اتفاق بیفته، ذهن شما پیش بینی میکرد که تصویر آینه بعد رفتار طبیعی داشته باشه. وقتی که یهو قانون میشکنه، فضا ترسناک میشه. اگه کنجکاوید که تصویر توی آینه رو توی سینما چجوری فیلم برداری میکنن، اینجور مواقع از بدل استفاده میکنن. البته قدیم اینجوری بوده، الان دیگه کارشون خیلی آسون شده، فناوری CGI استفاده میکنن. مثلا یه تصویر توی آینه هست که خیلی معروفه، احتمالاً توی شبکه‌های اجتماعی دیدینش. یه دختر بچه است که شروع میکنه به دویدن، دوربین از جلو فیلم برداری میکنه، بعد شما آخرین لحظه متوجه میشید کل تصویر تو آینه بوده. این چیزی که الان دیدید هنر فیلم برداری نبود. اونجا جای آینه پرده سبز میذارن و بعد تصویری که از بازیگر گرفتن و آینه سازی میکنن میذارنش جای پرده سبز، یعنی تصویر رو معکوس میکنن، فیلیپش میکنن. بعد براتون سوال وجود میاد که خب پس این دسته که الان اینجا هستش، این از کجا اومدش؟ این دسته بدله، بعدن میان فیلم برداریش میکنن، هیچ ربطی نداره به اون تصویری که توی آینه است. اگر هم دقت کنی جای دست اشتباهه، هم جای شستش اشتباهه، همین که دست توی تصویر جلوتره، پس نشون میده که این تصویری که اینجا میبینید بازتاب اینی که اینجا هست نیستش. ولی قدیمترا از بدل استفاده میکردن و همیشه اینجوری بود. اون که پشتش به ما بود بازیگر اصلی نبودش، بدلش بود. بازیگر اصلی میرفت روبرو پشت شیشه وای میساد. مثلا تو این تصویر که دارید میبینید آرنولد روبروی ما نشسته، اینی که پشتش به ماست بدلکاره. و این کسی هم که کنار آرنولد وایساده، اگه بر تو سواله که چجوری تصویرش افتاده سمت روبرو، اینا الان دو نفرن، دو تا خواهر دوقلوان که یکیشون همبازی آرنولد تو این فیلم بوده و خواهر دوقلوش داره نقش بدلش رو بازی میکنه. این تکنیک توی سینمای ترسناک خیلی استفاده میشه. اینجور مواقع هم دقیقاً از همین تکنیک استفاده میکنن. بازیگری که پشتش به ماست بازیگر اصلی نیست، بازیگر اصلی الان پشت شیشه وایساده سمت روبروی ما. یا یکی دیگه از قوانینی که وقتی یه دفعه میشکنه ممکنه بیننده بترسه، حرکات عجیب بدنه. مثلا وقتی که اون شخصیت ترسناک مثلا به پشت یه دفعه خم میشه. یکی از اولین فیلمایی که اصلا این موضوع رو وارد تکنیک سینما کردش فیلم جنگیر بود که برای زمان خودش خیلی ترسناک بود، هنوز که هنوزم توی سینما استفاده میشه. مثلا تروی جیمز که ممکنه حرکات عجیبش رو توی برنامه امریکن گاد تالنت دیده باشید، توی خیلی از فیلمای ترسناک همچین صحنه رو بازی کرده. توی امریکن گاد تالنت هم باعث ترسوندن داورا شده بود. مثلا یکی از فیلمایی که اینجوری نقش بازی کرده، یه فیلم تقریبا زامبی تور بودش که با همین انعطاف خودش مخاطبو میترسوندش. یا مثلا یکی دیگه از فیلمایی که از همین تکنیک استفاده کرده بود، فیلم حلقه بود، ورژن آمریکاییش، که وقتی به تصاویر پشت صحنه‌اش نگاه می‌کنید بیشتر از اینکه ترسناک باشه خنده داره. برای این فیلم رفته بودن یه دونه ژیمناستیکار خانم آورده بودن که یه زن بالغ بود، اصلا بچه نبود، ولی توی فیلم انقدر گریم سنگین می‌کردنش که مثل دختر بچه‌ها می‌شد. گریم سنگینش هم اینجوری بود که تمام صورتش مصنوعی بود، یعنی اینجوری نبود که صورتش رو گریم کنن، کلاً یه لایه جدید روی صورتش می‌ذاشتن و بعد برای این فیلم تمام بدنش رو می‌گرفتن رنگ می‌کردن، یه ظاهر کاملاً جدید براش می‌ساختن و بعد با اون انعطافی که بدن این بازیگر داشت می‌تونست فضای ترسناکی رو به تصویر بکشه. موقع تصویر برداری هم خیلی جالبه، تمام صحنه‌ای که مثلا راه می‌رفت تو فضای باز یا مثلا از چاه بیرون می‌اومد، تمام اینا جلو پرده سبز فیلم برداری شدن. و بعد تصاویر جزئی که توی زاویه‌های بسته بعد فیلم برداری می‌شدن و مثل موقعی که مثلا تو تلویزیون داشت می‌اومد بیرون، اینو دیگه جدی می‌رفتن توی اتاق و یه قاب ساده تلویزیون می‌ذاشتن و بازیگر از توی همون قاب بیرون می‌اومدش. و بعدن با تصاویری که از جلو پرده سبز فیلم برداری کرده بودن، اون تصویر ترسناک توی فیلم رو می‌ساختن. یه چیز خیلی جالب دیگه اینم، فیلم جنگیر با خودش آورد توی سینمای ترسناک، اونم مثلا بالا آوردن با فشار خیلی زیاد بودش که هنوز که هنوزم توی سینما استفاده میشه. شاید جالب باشه براتون بدونید که چجوری همچین صحنه‌ای رو می‌سازن. اینجا جدن یه دونه شلنگ می‌ذارن کنار دهن بازیگر و بعد با فشار خیلی زیاد اون چیزی که
میخوان و از کنار صورتش میرزن بیرون، ولی بعدن یه زاویه میدن به دوربین که شما نمیتونید درست متوجه بشید که این مواد از کجا ریختن بیرون. مثل همین تصویری که دارید میبینید. موادی هم که معمولا برای اینجور چیزا میسازن همشون همون چیزایی ان که ما باهاشون غذا درست میکنیم، مثل نودل یا مثلا ذرت، روب، همون چیز عادی. منتها تنها کاری که میکنن که خیلی آبکیش میکنن و هم همه چیزو خیلی زیاد خرد میکنن. و یه تکنیک همیشگی هم دارن، این که برای اینکه غلیظش بکنن بهش شیره ذرت اضافه میکنن، اینجوری ظاهرش غلیظتر و طبیعی‌تر میشه. شیره ذرت توی سینمای کاربرد خیلی مهم دیگه هم داره، اونم برای درست کردن خونه، چون خون یه سری ویژگی‌های مخصوص خودشو داره، نمیشه فقط با رنگ قرمز درستش کرد. ویژگی‌های خون اینه که اون طرفش اصلا نمیشه دید، یعنی خیلی غلیظه. از اون طرف به این راحتی با هر چیز قاطی نمیشه، یعنی به راحتی جذب لباس نمیشه، روی لباس میمونه یه مقداریش، یا مثلا روی زمین حالت لخته شده به خودش میگیره. بر همین توی ساخت خون از همین شیره ذرت استفاده میکنن که ماده خوراکی معمولی دیگه، برای شیرین کردن استفاده میکنن ازش. این رو میگیرن با رنگ خوراکی قاطی میکنن و یه خون با یه ظاهر طبیعی میتونن بسازن. یه چیزی که توی سینمای ترسناک خیلی میتونه کمک بکنه گریم حرفه‌ایه. کلا یکی از شیوه های ترسوندن نمایش زخمای خیلی شدیده، مثل اعضای بدن قطع شده. مثلا یه نمونهش توی سریال وست وورد بود که سر رو از وسطش زدن بریدن. ساختن اینجور جراحت توی سینما خیلی جالبه. اولش میان از بدن بازیگر یک قالب کامل درست میکنن مخصوص خود اون آدم، بعد میان یه لایه بدن کاملا مصنوعی درست میکنن. اینجوری میتونن روی اون لایه اون زخمی رو که میخوان شبیه سازی کنن. اگه زخمی که میخوان نشون بدن سطحی باشه، خب گریم ساده استفاده میکنن، اما برای نمایش زخمای عمیق این لایه جدید خیلی کمک میکنه. مثل همین صحنه که دارید میبینید که چجوری لب طرف مثلا زخم عمیق رو داره نشون میده. و گاهی اوقات این لایه ها انقدر نازکن که به سختی میشه تشخیص داد. مثل همین سوزنی که فکر میکنید مثلا رفته تو دماغ طرف، درسته که اینطوری نیستش. این یه لایه الکیه که با چسب و موادی که توی گریم ازش استفاده میکنن روی صورت طرف به وجود اومده و این ظاهر رو ساخته. توی همون سریال وست وورد اومدن از بازیگر اصلی از صورتش قالب گرفتن، کلا یه سر مصنوعی براش درست کردن، بعدن بردن جلوی پرده سبز، بریده شدن سر رو فیلمبرداری کردن از روی همون مجسمه که ساخته بودن. بعدن اومدن ماکت رو نصف کردن، نصف سر بازیگر اصلی رو با پرده سبز پوشوندن، نصفه دیگه‌شو کنار سرش آویزون کردن. اینجوری میتونستن اون صحنه که مثلا بازیگر پا میشه یهو رامیره رو فیلمبرداری کنن. سر اصلی بازیگر رو با جلوه‌ای ویژه حذفش میکردن و شما فکر میکنید انگاری زدن سر طرفو قطع کردن، بدنش پاشوده داره رامیره. از همین تکنیک استفاده میکنن برای مواقعی که میخوان یه بلای خیلی شدیدی سر بازیگر بیارن. توی فیلم‌ها میبینید کسی مثلا از پله میفته، از پشت بوم پرت میشه پایین، یا یه عالمه جنازه روی زمین ریخته، یا بازیگر اصلی آتیش میگیره تو آتیش میسوزه. خیلی از مواقع همین مانکنا هستن که این بلاها داره سرشون میاد. این تکنیک دقیقاً همون تکنیکیه که توی فیلم ماتریکس هم ازش استفاده شد، وقتی که از توی ناف نئو اون رباتو کشیدن بیرون. در اصل اون ناف نبودش، کلاً یه لایه شکم مصنوعی درست کرده بودن. اون رباتی که می‌خواستن و زیر اون لایه کار گذاشته بودن، یه ناف علکی هم کلاً طراحی کرده بودن. و کلاً این ظاهر شکمی که می‌بینید مصنوعی، بعدن اون تصویری که می‌خواستن که یو تو شکم نئو چیزی بیرون کشیده میشه رو به این شکل تونسته بودن بسازن. یا این تکنیک کاربرد دیگه هم داره، وقتی که نشون میدن خون یهو فواره میزنه از توی بدن بازیگر بیرون، دقیقاً به همین شیوه است. یک لایه مصنوعی روی بدن بازیگر میسازن و بعد یه شلنگ خون رو از زیر اون لایه رد میکنن که حالا اون شلنگ وصل به چیزی مثل پمپ. خوراک فیلمایی که تارانتینو میسازه یا وقتایی که نشون میدن گلوی یه نفر بریده میشه توی فیلم، از همین تکنیکی که زخم رو روی اون لایه ایجاد میکنن و بعد خون فواره میزنه بیرون. اینجور مواقع برای نمایش اعضای بدنی که قطع شدن دیگه باید بیان از فناوری CGI استفاده کنن. مثلا فیلمایی که توی ژانر زامبی هستن، اون قسمتای از بدن زامبیا که از بین رفته رو میان با پارچه سبز میپوشونن. یا کلا اگر براتون سوال چجوری اعضای قطع شده رو توی فیلم ها نشون میدن، اون قسمت قطع شدگی قرار نمایش داده بشه رو با گریم میسازنش، اون عضو بدن بازیگر رو میان با پرده سبز میپوشوننش و با فناوری CGI حذفش میکنن. مثل فیلمی که مارک رافلو بازی کرده بود، تو اون فیلم رافلو خودش دست خودش رو قطع کرد و بقیه فیلم مجبور بود که دستش رو پارچه سبز بپوشونه. این سبک از گریم دقیقاً همون چیزی هستش که توی فیلم های ژانر زامبی هم استفاده میکنن. همینجوری از صورتشون قالب گرفته میشه و بعد اون گریم عجیب و غریبی که دارن روی اون لایه انجام میشه، جوری که اگه الان به صورت بازیگر دقت بکنید، اصلا اون لب و دندونی که دارید میبینید جلوتر از صورت اصلی بازیگر قرار داره، که حالا توی ژانر ترسناک فناوری CGI فقط برای مثلا زامبیا یا نشون دادن اعضای قطع شده به کار نمیره. یا چیزی که خیلی ممکن براتون جالب باشه اینه که صورت بازیگر رو هم با فناوری CGI دستکاری میکنن. نمونه خیلی معروفش فیلم ایت بود. خب صورت این دلغک خیلی ترسناک بود، بازیگرم سر صحنه فیلم برداری سعی میکرد صورتش رو ترسناک بکنه، ولی طبیعتاً هیچ وقت نمیتونه انقدر ترسناک باشه. قسمت جالبش اینجاست که تمام فیلم دو بار ضبط شده، یه بار سر صحنه فیلم برداری اصلی بوده، یه بار دیگه کل فیلم رو اومدن توی استودیو جلوی پرده سبز با فناوری موشن کپچر فیلم گرفتن. بازیگر تمام حرکات صورت رو اونجا دوباره بازی کرده، تمام اطلاعات رو میدن به کامپ
کامپیوتر، بعدن کامپیوتر میاد اجزای صورت رو ترسناکترشون میکنه، یعنی چشم رو مثلا بدجنستر میکنه یا خنده رو ترسناکتر میکنه. وگرنه سر صحنه اصلی بازیگر اونقدر ترسناک نیست. یکی دیگه از سبکای ترسوندن وقتی که قهرمان داستان تو شرایط آسیب پذیر قرار میگیره. سبک ترسوندن تو اینجور مواقع اینه که زاویه دوربین رو مثلا میبندن، فضا تاریک میشه یا بعد مثلا زوم میکنن رو صورت قربانی. دلیل استفاده از این تکنیک به خاطر اینه که ذهن ما توی خلق هیولاها خیلی عالی عمل میکنه. اینجوری با پنهان کردن جزئیات یا پوشوندن شخصیت شرور داستان، ذهن ما یه هیولای وحشتناک رو برای خودش میسازه. و کلا وقتی که ما فیلمو میبینیم اینجوریه که ما چون خودمون جای قربانی تصور میکنیم، تو اینجور شرایط خودمون احساس آسیب پذیر بودن بهمون دست میده. که حالا تو اینجور مواقع یه تکنیک خیلی جالبی دارن کارگردانا. اگه دقت کرده باشید بعضی وقات که فیلم ترسناک دارید میبینید یا به خودتون میاد میبینید، خودتون دارید به پشتی صندلی فشار میدید، دارید سعی میکنید خودتون رو از نمایشگر فاصله بدید. این به خاطر اینه که اون کارگردان تکنیک جالبی زده. سبک کارشون اینجوریه که مثلا یه صدای عجیبی رو شما میشنوید، بعد شخصیت اصلی داستان نزدیک میشه به اون جایی که ازش صدا شنیده شده، داره سعی میکنه که درو باز بکنه. این لحظه ما بیننده میدونیم که قهرمان داستان توی شرایط آسیب پذیر قرار داره، پشت اون در ممکنه خطر وجود داشته باشه. اینجا یه دفعه کارگردان دوربین رو زوم میکنه سمت همون جایی که احساس خطر بوده. اینجا دقیقا همون لحظه است که شما خودتون یهو به عقب هل میدید، چون احساس میکنید که شما دارید کشیده میشید به همون جایی که خطر وجود داشت. توی ساخت فیلم‌های ترسناک از این تکنیک‌ها خیلی استفاده می‌کنن. مثلا یکی از این تکنیک‌ها همون تکنیک جامپ اسکیره. اینجور مواقع تمام حواس شما رو جمع می‌کنن به یه نقطه به خصوص، به یه چیز به خصوص. بعدن از یه جای دیگه یهو شما رو می‌ترسونن. مثلا توی فیلم حس ششم حواس شما یهو می‌رفت سمت کمد. هی صدا از تو کمد می‌اومد. حواس شخصیت اصلی داستان هم می‌رفت تو کمد. شما فکر می‌کردی که الان تو کمد چیه، یهو یکی از زیر تخت. تو همین سبکی که گفتم که قهرمان داستان آسیب پذیر میشه، یکی از معروف ترین حالتاش وقتیه که قهرمان داستان در حال فرار از دست کسیه. اینجور مواقع اون تعقیب و گریز خیلی ترسناک میشه و یکی از سبکای خیلی جالب برای ساخت اینجور فیلم ها سبک خونه عروسکیه که تو خیلی از فیلم ها ممکن دیده باشیدش. این سبک خیلی پرهزینه است. میان جدا توی استودیو کل نقشه خونه رو مثل خونه عروسک میسازن، بدون سقف دیگه، هیچ سقفی وجود نداره. بعدا میان از دوربین عنکبوتی استفاده میکنن. دوربین عنکبوتی حتما دیدینش، توی مسابقات فوتبال خیلی مورد استفاده قرار میگیره. خیلی راحت دوربین رو میتونن با کابل های متفاوت به هر سمتی که میخوان حرکتش بدن. اینجوری قهرمان داستان توی خونه عروسکی شروع میکنه دویدن و بعد دوربین دقیقاً بالای سرش حرکت میکنه. به این سبک میاد فیلم برداری میکنه که جان وو مثلا توی فیلم ملیگننت اومده و دقیقاً از همین تکنیک استفاده کرده بود. همین نوع کابل هایی که برای دوربین عنکبوتی استفاده میکنن دقیقاً همون سبکی که باهاش بازیگرا هم تکون میدن، که توی فیلم های ترسناک خیلی مورد استفاده قرار میگیره. اگه توی فیلم های ترسناک دیدید بازیگرا رو دائم بلند میکنن، این ور اون ور میبرن، جای متفاوت میکوبننشون، دقیقاً از همین تکنیک و همین کابل ها استفاده میشه. اما یه بخش خیلی مهم توی سینمای ترسناک بخش صدا برداریه، که اتفاقاً اگر صدا برداری درست انجام بشه با حداقل هزینه، شما توی ذهن خودتون یه هیولای وحشتناک رو تصور میکنید. انقدر صدا توی فیلم های ترسناک یا فیلم های دلهره آور مهمه که هیچکاک یه جمله خیلی معروف داره، میگه سکوت میتونه کرکننده باشه. چون صدا در اصل یه تهدید نامرئی دیگه، که مثلا یکی از فیلم‌های خوش ساخت که خیلی خوب از صدا برداری استفاده کرده بود فیلم اکوایت پلیس. چون اگه این فیلمو دیده باشید میدونید که توی داستان هیچ صدایی نبود میومد دیگه، یه سری هیولاهای روی زمین بودن که گوششون به صدا خیلی حساس بود، کوچکترین صدایی از کسی در میومد جون خودشو از دست میداد. بر همین کل فیلم کاملا در سکوت مطلقه. که اگه میخواهید بدونید حالا صداهای اینجور فیلم‌ها رو چجوری میسازن، پشت صحنه اینجور صداها خیلی جالبه. مثلا صدای باز شدن گوش‌های این هیولاها با صدای کشیدن ساقه های کرفس روی همدیگه ساخته شده بود، که مثلا صدای مفصل پای این جونورا صدای پای خرچنگ بودش، پای خرچنگ رو میشکوندن صداشو ضبط میکردن. مثلا صدای خود این هیوله ها در از صدای شکر بود که میزدنش به انگور، منتها بعدن صدا رو میبردن توی استودیو سرعت پخش صدا رو کم میکردن تا صدا تیکه تیکه پخش بشه و بعد یه خورده بهش افکت میدادن، شبیهش میکردن به اون چیزی که توی فیلم میشنیدین. اما به هر حال توی فیلم‌های ترسناک یه عنصر خیلی مهم فیزیک اون هیولاییه که میخوان نشون بدن. اگه فیلم واقعا خوش ساخت باشه و بخواد هزینه زیاد بکنه، اون هیولا رو باید حتما مدل رباتیش رو هم بسازه. از زمان فیلم آرواره این موضوع رواج داشته تا همین الان، یعنی اون کوسه‌ای هم که تو اون فیلم دیدید ربات بود در اصل. بعداً میان با فناوری CGI دستکاریش می‌کنن و کاملش می‌کنن. برای اینکه بتونه CGI بهشون کمک کنه، اول بعد اون ربات رو تو سایز کوچیک بسازن، بعد اون ربات رو بگیرن اسکنش کنن، تصویر رو برن توی کامپیوتر و بعد بیان اون ربات رو توی
سایزی که میخوان بسازنش و توی تصویر برداری و ازش استفاده کنن. مثلا اون هیولایی که توی فیلم پردیتور استفاده میشدش کاملا ساخته شده بود، صورتش 27 موتور متفاوت داشت که توسط کسی که هدایتش میکرد این ربات‌ها تکون می‌خوردن. فناوری که برای تکون دادن این ربات‌ها استفاده میکنن همون فناوری هستش که توی پهپادا استفاده میشه که چجور کسی روی زمین اونها رو هدایت میکنه. حتی مثلا گورگینه‌ها که توی فیلم‌ها به نمایش در میان تمامشون باید به شکل رباتیک ساخته بشه و بعداً با فناوری CGI بهش جزئیات اضافه کنن، مثلا چشم‌هاشون رو حالت بهش میدن یا مثلا ترسناک‌ترش می‌کنن. اینجور مواقع شما وقتی فیلم اصلی رو می‌بینید فکر می‌کنید کلش با CGI درست شده، اصلا که اصلاً اینطوری نیست. اینها کاملاً رباتیکن، بعداً با CGI کامل‌تر میشن. مثلا این تصویری که از فیلم تومارو وار دارید می‌بینید. در رابطه با اینجور تکنیکا چه موقع داستان نویسی چه تصویر برداری اگه بخوایم صحبت کنیم تا فردا صبح میشه راجع به اینجور مطالب صحبت کرد. نکات دیگه رو بهتره توی پارت‌های دیگه بگیم. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. بازم تشکر می‌کنم از مجموعه حساب‌فا، یادتون نره از تخفیفی که دادن استفاده بکنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش بکنید و با امید روزهای بهتر و خدا نگهدار.